موج اعتراض های مردمی علیه نابرابری های اقتصادی و نظام سرمایه‌داری حاکم بر غرب که از چند هفته گذشته از مرکز نظام مالی آمریکا در نیویورک آغاز شد به روم رسید. سطح ایتالیایی با تجمع در برابر بانک مرکزی این کشور با به صدا درآوردن طبل و ایجاد سر و صدا به سیاست های مالی و ریاضت اقتصادی دولت ایتالیا و دیگر کشورهای غربی اعتراض کردند. اما هم مانند جنبش مردمی وال استریت آمریکا در برابر ساختمان بانک مرکزی ایتالیا تجمع کردیم تا مخالفت خود را با تزریق پی در پی پول به بانک های ورشکسته، افزایش بیکاری، بحران بدهی‌ها و بی‌عدالتی فزاینده اجتماعی اعلام کنیم. همکنون در ایتالیا بیش از 8 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند. اما جوانان آینده‌ای نداریم. در ایتالیا مانند دیگر کشورهای اروپایی یک دولت دست نشانده بر سر کاره. غرب رو به فروپاشی میره و ما از اینکه بیکاری ما آینده برای خودمون نمی‌بینیم بسیار عصبانی هستیم. ایتالیا با داشتن بیش از 1900 میلیارد یورو بدهی عمومی یکی از بدهکارترین کشورهای اروپایی است. اما در راستای اعتراض‌های وال استریت و تمامی تظاهرات مردمی در غرب در اعتراض به اداره استبدادی و نئولیبرال امور مالی جهان در اینجا تجمع کرده ایم. تظاهرکنندگان با الگوبرداری از جنبش مردمی تصرف وال استریت بار دیگر اعتراض خود را به نظام سرمایه‌داری غرب اعلام کردند. حمید معصومی نژاد، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، روم. Movimento all'occupazione di Wall Street che c'è stata a New York nei giorni scorsi. Più regole, meno speculazione. Questo per rimandarci al movimento all'occupazione di Wall Street. Perché non c'è futuro per noi, c'è un governo che è un governo pupazzo, c'è un governo pupazzo in tutta Europa, in tutto lo Stato occidentale. A Wall Street come a Roma, come a Milano, come in tutto l'Occidente. Di manifestare in piazza ricollegandoci alle lotte di Wall Street e alle lotte che si stanno dando in tutto il mondo per protestare contro la gestione autoritaria e neoliberale della crisi finanziaria. La Banca Italia, non stiamo siamo qui per diventare sempre di più, per diventare migliaia, perché siamo al 99%.